درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهخانپور هستم. در پنجشنبه 28 اسفند ماه 19 مارس نگاهی داریم به ایران از 93 تا 94. سال 1393 به آخر میرسد، اما تحولات سیاسی مرتبط با ایران با نزدیک شدن به نوروز اوج میگیرد. در پایان اسفند، سخنگوی وزارت خارجه و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران از دیدار کم سابقه مقامات قضایی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران خبر میدهد. خبرگزاری ایسنا به نقل از منابعی میگوید در صورت ضرورت مذاکرات هسته‌ای در لوزان در نوروز هم ادامه پیدا خواهد کرد. دو خبرگزاری وابسته به نهادهای امنیتی فارس و تسنیم از قول دادستان ویژه روحانیت تهران از تفهیم اتهام علی یونسی معاون رئیس جمهوری به دلیل اظهاراتش درباره نگاه ایران به عراق خبر داده و نوشتند با قرار تامینشون آزاد شده است. و اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی هم وعده داده که تلاش دولت در حوزه سیاست خارجی در سال 1394 بر این خواهد بود که تحریم‌ها از پیش پای مردم برداشته شود. در آستانه پایان سال 93 از شما پرسیدیم به نظر شما اثرگذارترین شخصیت سال 1393 در ایران چه کسی بوده است؟ افرادی رو کاربران تا این لحظه انتخاب کردن از دیروز که ما در واقع دیشب که نظرسنجی گذاشتیم و این نظرسنجی ادامه خواهد داشت تا چند روز آینده. در اولین برنامه سال 94 نتیجهش رو اعلام خواهیم کرد. تا الان نتیجه این گونه هست که محمد جواد ظریف نفر اول انتخاب شده، بعد محمد نوریزاد، بعد سید علی خامنه ای و بعد هم رضا پهلوی. تا الان این نتیجه نظرسنجی هست که پرسیدیم به نظر شما اثرگذارترین شخصیت سال 93 در ایران چه کسی است؟ همونطور که گفتم فرصت دارین در چند روز آینده، سه شنبه هفته آینده ما نتیجه نظرسنجی رو اعلام خواهیم کرد که فرصت باشه افرادی که تمایل دارن شرکت بکنن و انتخاب کنن مشخصا که چه کسی اثرگذارترین شخصیت سال 93 درون ایران بوده. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم میتونید با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه هم به فیسبوک افق سر بزنید. اما نگاهی بیاندازیم در هفت پرده به ایران از 93 تا 94. شناسایی و بازداشت سازندگان نسخه ایرانی ویدیو کلیپ هپی اثر فرل ویلیامز در عرض چند ساعت در تهران توسط نیروهای امنیتی منجر به یک جنجال رسانه‌ای شد. در این سال بیش از 30 کنسرت موسیقی دارای مجوز در ایران لغو شد. اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان به چندین زن جوان مرگ یکی از آنها را به دنبال داشت. برخی گزارش‌ها شمار قربانیان اسیدپاشی در اصفهان را 15 نفر اعلام کرد. عاملان اسیدپاشی پس از 6 ماه هنوز شناسایی نشدند. مراسم خاکسپاری مرتضی پاشایی به دلیل استقبال غیرقابل تصور مردم شگفتی همگان را در پی داشت، به حدی که این مراسم را بی‌نظیرترین مراسم وداع طی سالیان اخیر دانستند. حضور مردم در مراسم خاکسپاری محمد رضا لطفی نوازنده و آهنگساز نیز قابل توجه بود. حکم محکومیت به زندان محمد رضا رحیمی، معاون اول ریاست جمهوری در دوران محمود احمدی نژاد، مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت و او روانه زندان شد. در این سال پرونده‌های متعدد اختلاس و سوء استفاده مالی فاش شد. واپسین طوفان ریزگردهای سال وزیدن گرفت. موج طوفان ریزگردها در سال گذشته تقریبا تمامی استانهای ایران را فرا گرفت و در شماری از استانها حتی به تعطیلی آموزشگاه‌ها و کسب و کار منجر شد. هزاران نفر در استانهایی همچون خوزستان روانه بیمارستان‌ها شدند.
آیت الله محمد یزدی از اصولگرایان حکومتی با پیشی گرفتن از اکبر هاشمی رفسنجانی در رقابت برای کسب کرسی ریاست خبرگان رهبری به این مقام دست یافت. با حکم دادگاه انقلاب، مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. نمایندگان ایران و آمریکا به رغم فشارهای کنگره از پیشرفت در حل اختلافات فنی عمده خبر دادند. مذاکرات در این سال با سقوط تاریخی قیمت نفت همراه بود. حمایت نظامی ایران از عراق در مبارزه با داعش هم مورد استقبال آمریکا قرار گرفت. بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان‌های امشب افق آقای دکتر مهدی خزعلی، مدیر انتشارات حیان، پژوهشگر دینی که از طریق اسکایپ با ما از تهران هستند، و آقای محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و مستندساز که از طریق ارتباط تلفنی از ایران با ما هستند. در طول برنامه گفتگوی هم با آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انجام دادیم که خواهید دید و شنید. آقای نوریزاد خوش آمدید. پیشاپیش سال نو هم به شما تبریک میگیم. قبل از اینکه برنامه شروع بشه ازتون پرسیدم که تهران ایران بوی نوروز میاد، توضیح بدید برای بینندگان که آیا واقعا چنین فضایی حاکم هست در تهران و در ایران تو که شما میبینید. سلام به شما آقای دهقانپور عزیز و مهمان گرامی شما جناب آقای دکتر خزعلی. شوربختانه نه، من واقعا یادم دوره نوجوانی وقتی نوروز میامد با خودش شادمانی می آورد، لباس های نو، اصلا شهر، روستا، همه جا ادارات با نوروز می آمیختند. علتش هم این بود که نوروز مزاحمتی در آمدنش و رفتنش نبود. این روزها متاسفانه هیبت مذهبی در برابر نوروز ایستاده و الان شما تو در و دیوار تهران تابلوهایی می بینید نوشتن بهار فاطمی، یعنی عید رو با فاطمیه آمیختن، با عزا آمیختن. و مثلا شما نگاه بکنید نوروز که روزهای اوج شادمانی است، تلویزیون برنامه‌های شادش رو از ششم به بعد شروع میکنه. خب نوروز رو به عقب راندن، اما نوروز نکه در خون مردمان ایران هست، حیات خودش رو داره و خودش رو نشون میده و راه خودش رو پیش میره. آقای نوریزاد، اولین بار نیستش که این مناسبت‌های مذهبی با نوروز توأم شده. در سال‌های اول انقلاب این اتفاق خیلی خبرساز شده بود. فکر می‌کنید تفاوتی وجود داره بین رویکردی که مردم نشان میدن صرف نظر از اونچه که حاکمیت تلاش می‌کنه دنبال بکنه، مردم واکنششون نسبت به ابتدای سال‌های انقلاب وقتی که این مناسبت‌ها با هم دیگه تطابق می‌کرد با الان چقدر فرق کرده؟ خب الان خیلی فرق کرده. اون موقع مثلا یه دفعه یه کاروانی از شهدا رو می آوردن توی شهر، نوروز هم بود چون عملیات ها اغلب توی زمستان انجام می شد، می خورد به نوروز. یه دفعه یه جمعیت کثیری از شهدا رو می آوردن مثلا تو شهر، روستا. خب مردم مراعات می کردن، این مردم با ادبن، می گفتن چرا ما باید اظهار شادمانی بکنیم وقتی همسایمون غمگینه، اندوهگینه و شهید آوردن. الان نه، الان یک جور مراجعه به اون اصل هویت ایرانی است که شاخ به شاخ شده با هویت مثلا حاکمیت. شما یک نگاهی به چهارشنبه سوری بیاندازید، مردمی که مثلا چند تا بوته میگرفتن از روش میپریدن، یه مراسمی از دور دست ها آمده بود، دست به دست، سینه به سینه آمدن، حاکمیت اسلامی با این رو در رو شدن. یعنی علنا شخصیت‌های برجسته اسلامی این حرکت رو ابلهانه ترسیم کردن و طبیعتاً مواجه شدن با مردمی که دلبستگی داشتن به نوروز، به چهارشنبه سوری، به سنت‌هایی که از دوردست‌های تاریخ آمده بود و اصلاً استوانه‌های هویتی ما بودن. الان شما نگاه بکنید دیگه از اون بوته‌های ظریف خبری نیست، حالا یه کپای آتشی درست می‌کنن ولی مواد منفجره خیلی خیلی آزاردهنده که اینها رو خود شما نگاه بکنید. من اصلا نمیتونم باور کنم که مگه میشه
کانتینر مواد منفجره وارد کشور بشه و مثلا سپاه خبر نداشته باشه. اینا رو خود سپاه وارد میکنه، خود نیروی انتظامی هم جمع و جور میکنن، بازم میفروشن توی گردونه ای. ولی از ریخت افتاد، یعنی چهارشنبه سوری که میتونست با آرامش و در متنی از فهم مردم صورت بگیره، الان نارنجک هایی میاندازن زیر پای شما که اصلا تمام رعشه بر اندام ذهنی و روانی شما میاندازه. این اون کار اشتباهی بود که آخوندها مرتکب شدن و به جای روبیدن یک سنت اون رو منحرف کردن و الان کاسبی میکنن ازش. بله بله، بعد مسیر افراط و تفریط همیشه دنبال میشه. آقای دکتر خزلی با ما هستن. آقای خزلی خوش آمدید به برنامه. همین پرسش رو با شما هم در میون بگذاریم. شنیدید صحبت آقای نوریزاد، گفتن بوی نوروز به مشام نمیرسه. شما بوی نوروز رو حس میکنید در تهران؟ البته ابتدا سلام کنم خدمت دوستان. بله، اون نوروز شاد و با طراوتی که همیشه باید باشه نیست. حتی آقای نوریزاد فرمودن که چهارشنبه سوری از اون رسم آیینی بسیار زیبا و سنت ایرانی زیبا تبدیل شده به یک خشونت و انفجارهایی که حادثه داره. 250 خورده ما حادثه داشتیم و چند نفر کشته داشتیم و تعداد زیاد قطع عضو. بله، این تغییر رسم متاسفانه هست، اما اون هم باز اون شادی که ما انتظار داریم در نه نوروزش هست نه چهارشنبه سوری. فکر میکنم مردم در یک بهدی هستن و انتظاری هستن، ولی امیدوارم که سال آینده اینطور نباشه. به هر حال حرکت رو به جلوست. مسائلی که آقای نوروزاد بفرمایید، شما بفرمایید، ما وارث لااقل 8 سال خشونت در کشور بودیم و مردم فکر نمی کنم تخریب رو میشه با یک انفجار خراب کرد یک برج رو، ولی ساختن برج سالها طول میکشه. اگر تخریب در با روش های جدید 1 ساعت یا کمتر این تخریب انجام میشه و این برج میخوابه با یک انفجار، اما ساختن اون ممکنه 3 سال 4 سال به درازا بیانجامد. 8 سال در این مملکت بمب منفجر کردن و همه زیر ساخت ها رو تخریب کردن، ساختنش طول میکشه و مردم هم با تمام وجودشون این تخریب رو حس کردن. طبیعتا شادی بهانه میخواد، شادی یک فلسفه ای میخواد، درون شاد میخواد. مردم ما هنوز از اون نگرانی ها بیرون نیومدن، به هر حال منتظرن انشالله که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسه، منتظر 4 فروردینن و بعد هم انشالله سال آینده رو من سالی می‌بینم که مردم بیشتر شادی خواهند کرد و به تعبیری میخوام بگم سال 94 انتهای 94 نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی خواهد شد. حالا در ادامه میگیم چرا انشالله و چگونه این نقطه عطف شکل میگیره به همت مردم و حضور مردم و دیالوگ ها عوض میشه. من از پیام نوروزی 95 انتظار دارم که مردم این اختلاف دیالوگ و گفتمان رو حس کنند و لمس کنند که ما پیروزیمون رو اونجا جشن بدیم و نوروز 95 باید شاد باشیم. آقای دکتر خزلی، آقای نوروزی داشتن صحبت از این میکردن که این در واقع تطابق تقویم ها گاهی مسئله ساز میشه. امسال هم قبل از اینکه سال نو فرا برسه در خطبه نماز جمعه در این سون ها از تریبون های نماز جمعه روحانیون صحبت کردن که به خاطر اینکه ایام شهادت حضرت فاطمه هست مثلا مراسم نوروز رو گونه دیگری برپا بدارید. شما از خانواده روحانی میایید، خود شما و خانواده شما چگونه برخوردی دارن وقتی که این دو تقویم با هم دیگه در واقع مناسبت هایی پیش میاد که در تقویم برشک اسلامی هم از این ایام شهادت کم نیست؟ بله، خب به هر حال تاریخ قمری و شمسی هر 33 سال یک دور میگرده و طبیعتاً تمام مناسبت‌ها، عاشورای ما هم به نوروز خورده و رمضان ما هم هست، ایام فاطمی هم هست و مردم فهیمی هستن. به هر حال وقتی که جمع زیادی از مردم عزادار هستن، حتی ادیان دیگه و مذاهب دیگه، اونها هم رعایت عزاداری رو میکنن، ولی مغایرتی نداره. ببینید، ما مثلا خیلی جالبه در روز در شب عاشورا می‌بینیم که حالا نمی‌خوام بگم صحت داره این قضیه، اما به هر حال مداحان ما عروسی قاسم می‌خونن در شب عاشورا، در اون صحنه، در اون بحرانی که می‌خواهند فردا همه کشته شون، در خیامی که در محاصره هستن، آب قطع شده، 3 روز آب نخوردن، ولی مداحان ما میگن عروسی قاسم. و ما در روایت داریم که امر خیر رو عقب نندازیم، این که محرم سفر تعطیل میشه خلاف توصیه ائمه اطهار هست.
طبیعتاً نوروز هم یک آیین سنتی زیبایی است که ائمه ما تایید کردن، برای تحویل سال دعا قرار دادن و همراهی کردن با این سنت زیبای ایرانی. فکر می‌کنم که این سنت در واقع تحویل سال است و تحویل و تحول انسان هاست و مورد تایید ائمه است و هیچ مغایرتی نداره. و به هر حال فاطمه زهرا سلام الله علیها مردم ما رو شاد می‌خواد و مردم ما رو می‌خواد که در نوروز واقعا متحول بشن، سال آینده رو سال دیگه شروع کنن. هیچ مغایرتی ما نمی‌بینیم بین احکام دینی و سنت‌های ایرانی. اتفاقا سنت‌های ایرانی بسیار نزدیک است به سنت‌های اسلامی و ما کسی رو داریم که شبه پیامبر عمل کرده است، کوروش کبیر. ببینید وقتی به هر سرزمینی وارد می‌شود عفو عمومی اعلام می‌کنه، معابد رو ترویج می‌کنه، کما اینکه پیامبر وارد مکه شد گفت الیوم یوم المرحمه. در بقیه نیست، حتی در انقلاب ما نیومدیم فردای 23 بهمن بگیم الیوم یوم المرحمه و بعد بگیم خانه شاه خانه امن است، اما اون گفت خانه ابو سفیان خانه امن است. یعنی رأس قدرت مخالف رو خانه امن اعلام کرد، وحشی قاتل حمزه زیردوشهدا رو بخشید، هند جگرخوار رو بخشید، با او بیعت کرد. یعنی همچین وضعیتی ما در پیامبر می‌بینیم و در کوروش. پدر شوش وارد میشه، پادشاه شوش فرار میکنه، او رو میطلبد و دوباره بر پادشاهی و تخت پادشاهی مینشاند. این همچین رفتاری فقط از این دو بزرگوار برمیآید و حالا به تعبیری بعضی ها میگن به نهایتا پیامبر هم میتواند از نسل کوروش باشد و معرب شده از کایرش و قریش شده است. در واقع قریش رو از نسل کوروش میدونن. این هم تعبیری است بعضی ها میکنن. به هر حال میخوام بگم اگر از نسل کوروش نباشند قطعا از یک خواستگاه و از یک تعالیم و از یک خدا پیام میگرفتند و یک جور برخورد کردند. این هم مسئله نداره، آیین اسلامی و شیعه همراه نوروز همیشه شده است. مردم شما پس شخصا مشکلی ندارید که در مثلا همین ایام فاطمیه مردم احیانا جشن بگیرن، شادی بکنن برای جشن نوروز؟ ببینید ما در ایام فاطمیه در روزه رو میریم، روزه رو میخونیم و لذت میبریم و اون اشکی که همراهی است با اینها رو جاری میکنیم. شب چهارشنبه سوری هم قطعا در چهارشنبه سوری شرکت میکنیم. در نوروز هم در تحویل سال در پای سفره هفت سین میشینیم. 13 بدر هم حتما میریم صحرا با همه مردم شادی میکنیم. همه اینها شیعه ایرانی معجون قجاده بیست. آقای نوری زد اشنبیم واکنه شما رو به همین پرسش که خود شما شخصا فکر میکنید مشکلی دارید اینکه احیانا ببینید مردمی رو که در همین روزها به جشن میگیرن شاد هستن؟ شما زیاد به صحبت‌های آقای دکتر خزعلی اعتنا نکنید. ایشون یه آخوندزاده استثنایی هستن. ایشون متفاوت فکر میکنن نسبت به پدرشون، نسبت به روحانیان دیگه. ببینید من معتقدم آخوندها یک آفتن که بر سر سرزمین ایران نشستند و چون با عینک احکام به جهان نگاه میکنن طبیعتاً نمیتونن با واقعیات منطبق بشن. جناب آقای دکتر خزعلی از این دایره آخوندی خروج کرده، ایشون افقهایی رو میبینه که آخوندهای دیگه یا مثلا پدرشون نمیبینن. به همین دلیل ما برای ایشون بسیار بسیار احترام قائلیم. ایشون آسیب فراوانی دیدن. اما این که جناب عالی میفرمایید آیا امکان جمع بین مذهب و مراسم عزای مذهبی با شادمانی هست در ایران، نه اینجوری نیست. آقای خزعلی عزیز استثناء هستن و نباید استثناء به صورت قاعده در بیاد. اینجوری نیست یه دفعه می‌بینید که این اوباش هرازل می‌ریزن یه مجلس جشن شادمانی رو به هم می‌زنن. نه اینجا هیچ امنیتی نیست برای اینجور کارها. اینجا اسید می‌پاشن و بعد هیچ اتفاقی نمی‌افته. اینجا مراسم کنسرت رو به هم می‌زنن، هیچ اتفاقی نمی‌افته. اینجا به هر تقدیر در سال گذشته مثل این که من آمار می دیدم گفتن 30 کنسرت رو که فکر کنم تو گزارش اول برنامه هم داشتیم مجوز داشته این حد وزارت ارشاد 30 کنسرت رو، 30 کنسرت رسمی که مجوز گرفته بوده رو تعطیل کردن. تو که اشاره کردین آقای نوریزاده، آقای خزعلی گفتن که صحبت این بمب هایی که شما گفتید در چهارشنبه سوری منفجر می کردن، گفتن 8 ساله که بمب گذاشتن زیر اقتصاد کشور، زیر مسائل مختلفی که اشارهشون به دوره آقای احمدی نژاد بود. موافقی فکر میکنین مشکل در این بمب هایی که در 8 سال گذشته گذاشته شده و دولت آقای روحانی در این سال 93 چقدر منافع ملی ایران رو به پیش برده؟ آیا یک گام به پیش برده در حفظ منافع ملی ایران یا به عقب رفتیم؟
خب من یه وقت ویژه میخوام برای این پرسش. ببینید اجازه بدید درباره معنای منافع ملی به یه اشتراک نظر با جناب آقای دکتر خزعلی برسیم. من شخصا هر حرکت پیشرونده یا بازدارنده ای رو که اعتبار کلی یک کشور رو یه گام به جلو یا مثلا از آسیب ها و خسارت های احتمالی باز میداره حرکت در راستای منافع ملی میدونم. با این تعریف بیایم ببینیم کدوم رفتار جمهوری اسلامی در سال 93 در راستای منافع ملی بوده. پاسخ من شوربختانه هیچه. یعنی اگر آقای دکتر خزعلی میگن 8 سال، من میگم 36 سال، چرا که ما با ضایعات و خسارت هایی که آخوندها و کارگزاران جمهوری اسلامی در این 36 سال به منافع ملی وارد آوردن، فرسنگ ها از معدل و شاخص متداول منافع ملی ما دور افتادیم. مثل این میمونه که ما و شما آقای دکتر خزعلی رو بگیرن بندازن ته یک دره 3000 متری، بعد ذره ذره 2 سانتی متر ما رو بکشن بالا، اسمش هم بذارن مثلا روش در مسیر منافع ملی. این که مثلا بانک مرکزی هر از چندی آمار تازه‌ای از ترازهای اقتصادی رو منتشر میکنه و آقای روحانی یا رهبر یا دیگران ذوق زده میشن و نتیجه میگیرن که ما میتونستیم تورم رو فلان درصد مهار بکنیم و کردیم، این مهار تورم رو نسبت به سال گذشته در همین وقتا میسنجن، مطلقا نمیان میزان رشد ما رو نسبت به آنچه که در 36 سال پیش بودیم یا نسبت به جایگاهی که باید الان میداشتیم در این سالها اینو بسنجن. شاید شما و دوستان دیگه مشتاق این باشین که یک گام به پیش یا یک گام به پس رو نسبت به سال گذشته بسنجید. اجازه بدید من یکم متفاوت نگاه بکنم. من منافع ملی رو در نسبت با اصل جمهوری اسلامی میسنجم و نتیجه میگیرم که این نظام در هیچ کجا و در هیچ رفتار سیاسی و اجتماعی و مدنی و فرهنگی و محیط زیستی و اقتصادی مطلقا موفق نبوده و ما سال به سال از اون چه که باید می بودیم و از اون چه که باید باشیم به عقب برگشتیم. باور کنید من یه روز نشستم و خودم رو سر کار گذاشتم تا یکی دوتا از خوبی ها و موفقیت های انقلاب و جمهوری اسلامی رو شماره بکنم، دیدم چیزی به ذهنم نمیرسه. وقتی نمایندگان مثلا مردمی مجلس ما دربست چاکر مسلک و بله قربانگویان، وقتی سیستم قضایی ما فرسنگ ها از بدیهی ترین ترازهای قضایی فاصله داره و به شدت مرعوب دستگاه های امنیتیه، وقتی بیت رهبری و سپاه خودشون بزرگترین فرصت های اقتصادی رو برای خودشون بلوکه میکنن، وقتی به هزار دلیل نابترین جوانان و تحصیل کردگان و متخصصین ما از سرزمینی که بیتاب حضور اونهاست کوچ کردن و رفتن، وقتی مراتع و جنگل ها و ذخایر ملی ما در یک هجوم مفرط و جاهلانه در معرض نابودیه، صحبت کردن از منافع ملی و یه گام به پیش و یه گام به پس کمی مغالطه به نظر میاد. منافع ملی آقای دهخانپور ترازهای راست و دروغ بانک مرکزی نیست، بل اون جوونی که ما نتونستیم اینجا نگهش داریم. منافع ملی امید کوکبیه که با همه نبوغش براش پرونده جاسوسی تراشیدن و الان توی زندونه. منافع ملی آزادیه که بیت رهبری همه رو بلوکه خودش کرده و قطره قطره در کام جامعه، اونم اگه خودش صلاح بدونه میچکونه. منافع ملی علمه که باید در دانشگاه های ما دست به دست بشه، اما امروزه خار و خفیف شده و به جاش علوم فرسوده و زنگ زده حوزوی فرصت جولان پیدا کردن. با این تفاصیل صحبت کردن از منافع ملی و برخ کشیدن شاخص های سالانه کمی دور از انصافه. به گمان من و آخر سخن، منافع ملی اعتبار هویتی و بین المللی کشور ماست که به قعر جدول های جهانی سقوط کرده. منافع ملی ما رو از آقای خامنه ای بپرسید که پول این مردم نیازمند توی سوریه و لبنان و فلسطین تو جیب سید حسن نصرالله چیکار میکنه؟ آقای دکتر خزعلی موافقید با تحلیل آقای نوریزاد؟ بله آقای نوریزاد، من فکر میکنم در واقع با دید اینکه ما کجا باید بودیم، بله اگه با کره میخوان مقایسه کنیم، کره جنوبی با مالزی، با اندونزی، با امارات، یک کشوری که جز رم چیزی نداشته، بله بسیار عقبی و ما به سرعت ببینید عقب افتادیم. اما در شرایطی که ما با سرعت نور به قهقرا سقوط میکردیم، اومده یک دولتی که تدبیر داره، عقل داره، یعنی اون بی تدبیری ها و جهالت های دولت قبل رو نداره، متوقفش کرده. حتی من نمیخوام بگم به سمت بالا 2 سانتی متر حرکت کردیم، نه خیر، فقط متوقف شده. این هنر این است که ما از این سقوط آزاد نگه داشته شدیم، متوقف شدیم، همین خوبه. اما کارهای مثبتی هم شده است. ببینید
دو تا کار این دولت، نه فقر رو کارش نتونسته بکنه، فحشا رو کارش نتونسته بکنه. مسائل زیادی هنوز هست که باید انجام بشه و این خرابی ها یک نسل میخواهد واقعا، مگر اینکه تحول جدی بشه و بتونیم با دنیا آشتی کنیم و درها باز بشه، سرمایه گذاری بیاد، اشتغال ایجاد شه. ولی فعلا در این وضعیتی که دولتی آمده که من تعبیرم در روز نخست این بود که دولت 11 دریچه‌ای در سلول انفرادی ماست، ما هنوز در اون زندانیم، فقط یه دریچه باز شد، بیش از این توقع نداشته باشیم. میخوام بگم در دو محور دولت برنامه‌ریزی کرده و هدفش، پرچمش همین دوتاست. یک، مذاکرات هسته‌ای. ببینید در جایی که میگفتن مذاکره خطرناکتر از رابطه است و اون همه شعارهای بی جایی داده میشد که هزینه‌اش رو ملت میدادن و بیشترین درآمد نفتی در طول تاریخ ایران رو اینها به باد دادن و همه رو ضایع کردن، در این شرایط میبینیم مذاکرات انجام میشه و حتی به قول معروف قدم زدن آقای ظریف با کری یک شجاعت بود، یک پیام داشت، یعنی میتوان با دنیا به جای مشت گره کرد و حمله کردن میشود گام برداشت و قدم زد و مذاکره کرد، گفتگو کرد. این بسیار زیبا بود. بحث دیگه که من فکر میکنم انشاءالله به نتیجه خواهد رسید، جای نگرانی نیست، هرچند که تمامیت خواهان بخواهند کارشکنی کنند. دومیش بحث طرح نظام سلامت بود. وقتی ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم، دولت تمام توانش رو گذاشته برای اینکه سلامت مردم خیلی مهمه. این به حمدالله موفق بوده و مردم راضین، عموما فرقی هم نمیکنه چپ و راست راضین. ولی آقای نوری‌زاده باید آرام آرام حرکت کنیم، چاره ای نداریم، ما دنبال انقلاب دیگه نیستیم، یک بار کردیم برای صد پشتمان بس است. ما باید اصلاح کنیم، واقعا دنبال اصلاح بریم. همین که فرمانده نیروی انتظامی در تودیعش عذرخواهی میکنه به خاطر کهریزک، یعنی ما پیروز شدیم. همین که دو نفر از ایادی جناح حاکم، رحیمی و مرتضوی، محکوم میشوند، حالا هر چقدر مهم نیست، مهم این است که جناح حاکم ناچار میشن ایادی خودش را قربانی کنه، مثل شاه که نصیری و عبیدا قربانی کرد. این برای ما مطلوب ما نزدیک شدیم. همین که برای اولین بار لباس شخصی ها به مطهری حمله میکنن و آقای طائب که در جامعه بسیاری لباس شخصی ها رو در واقع به اون نسبت میدهن، او محکوم میکنه و بعد داره برخورد میشه با کسانی که در شیراز به مطهری حمله کردن. اینا یعنی پیروزی، یعنی ما یک گام به جلو برداشتیم. پس باید امید به مردم داد که گام های بعدی رو تندتر بردارن. همین که حقوق شهروندی داره تدوین میشه، البته دولت تاخیر کرده، ای کاش در همون سال 92 حقوق شهروندی رو میداد، الان یک سال و نیم گذشته هنوز مردم منتظر حقوق شهروندی هستند. همین که معاون وزیر عذرخواهی میکنه به خاطر توقیف فیلم خانه پدری و جبران خسارت میکنن، تا حالا سابقه نداشته ارشاد جبران خسارت کسی رو بکنه. اینها همه نکات. شما اعتقاد دارید که در اون تعریفی که شما از منافع ملی دارید، دولت آقای روحانی یک گام به پیش یا شما ممکنه حتی بیشتر گذشته در جهت تامین منافع ملی؟ بله همین که وزیر بهداشت آقای نوری‌زاده مشخصا گفتن هیچ، صراحتا گفتن مطلقاً هیچ گونه حرکتی در جهت در واقع. من دارم مثال میزنم، ببین وزیر بهداشت اعتراف میکنه به زیان پارازیت ها و اینکه هست و خیلی نگران کننده است. همین که روغن پالم رو اعتراف میکنن و بناس لیست کارخونجاتی که روغن پالم مصرف کردن اعلام بشه. همین که احزاب و کنگره ها بعد از 4-5 سال کنگره هاشون تشکیل دادن، اینا یعنی یک گام به جلو. ما بایستی این گام ها رو عرض بنهیم و دنبالش بریم و بیشتر فعالیت کنیم. من میخوام بگم مردم، تک تک شما دنبال این نباشید دولت کاری بکنه. جناح حاکم یک ذره به نفع شما کار نخواهد کرد و اگر شما جلو نیان یک گام به عقب نخواهد رفت. من هر کی میگه چه کار کنیم، میگم تو عضو کدوم حزبی؟ میگه هیچی. میگم هر ایرانی باید عضو یک حزب و جبهه باشد. شما ببینید تو این احزاب ببینید آیا اون حزب دموکراتیک عمل میکنه یا اون حزب خودش یک ولایت مطلقه توش حاکم است، یک سلطنتی حاکم است. نه، اگر دموکراتیک بود بسم الله، اگر نبود دموکراتیکش کنید. واقعا برید در احزاب شورای مرکزی رو تشکیل بدین و پاش بیستین همین احزابی که هست و اگر نمیپسندید یک حزب تشکیل بدین، اشکالی نداره. خواهش از بدید واکنش آقای نوری‌زاده رو بشنویم به صحبت های شما. آقای نوری‌زاده ببینید، آقای خزعلی عزیز حسن ظنشون برای من ستودنی است. من احترام میگذارم به فهم ایشون و از دوستان خوب و شریف ماست. اینکه ایشون تحولات جاری کشور رو میذارن به حساب هوشمندی و خردمندی دولت، من با بخشیش موافقم و با بسیاریش موافق نیستم. مثلا فرض کنید که مذاکرات که به عنوان فاکتور بسیار مهمی برای دولت روحانی ایشون رقم زدن، این نیست که مثلا ابتکار دولت روحانی بوده و مثلا ابتکار دولت احمدی نژاد نبوده. نه خیر، این فشارهای جهانی
بیت رهبری رو تزلزل انداخته و آقایون خود شخص آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسیده که آقا برید مذاکره کنید و این به صلاح این آرزه رو از بیخ گردن ما بیرون در بیارید. باور کنید جلیلی هم جای آقای روحانی بود الان داشت مذاکره میکرد. این ربطی به آقای روحانی و دولتیشون نداره، در این حال که بنده به سلامت برخی از وزرای جناب آقای روحانی ایمان دارم و در درستی اونها تردیدی ندارم، ولی حضور قاتلی مثل شیخ مصطفی پور محمدی در وزارت دادگستری آقای دولت روحانی و وزرایی که بیت رهبری نفوذ دادن، اینا یه واقعیاتی است که هست و نمیشه انکار کرد. ببینید مثلا فرض بفرمایید که برخی از اتفاقاتی که آقای خزعلی عزیز اسم بردن که دولت روحانی توانسته این کارها رو بکنه، اصلا این نیست که اینها به ابتکار دولت آقای روحانی بوده، نه، اینها فشارهای جهانی بوده و تنگناهایی که برای حاکمیت پدید آمده، خود اینها فضا رو دارن باز میکنن. وگرنه شما نگاه کنین همین الان عرض کردم امید کوکمی در زندانه و مرتضوی آزاده. خب مرتضوی که قاتل هست، دزد هست، آزاده، چون از بیت رهبری نفوذ داده شده به دستگاه قضایی و کسی حریفش نمیشه. شما یه دونه از این اسید پاشا رو دیدید دولت آقای روحانی بتونه بیاره؟ آقای در دولت آقای روحانی اعدام ها افزون تر از دوره های پیش شدن. برای چی؟ برای اینکه اختیاری های روحانی نداره، اونها سیستم قضایی و امنیتی کار خودش رو انجام میده. منتها آقای روحانی من قبول دارم در نسبت با احمدی نژاد متفاوت تره، درست کار ترن، اما اصلا در شأن این مردمی که در قعر اون دره قرار گرفتن نیست که ما به این 2 سانتی متر دل خوش بکنیم. ما محتاج گام های بزرگی هستیم، پوزش خواهی فلان مثلا فرمانده وقتی صحبت از حالی که صحبتتون رو قطع میکنه میره. ببینید همین فرماندهی که داره پوزش خواهی میکنه راجب کهریزک، مأمورش زد ستار بهشتی رو کشت، 3 سال برای او زندان بریدن، برای یک قاتل 3 سال زندان بریدن. الان معلومم نیست این 3 سال رو میگذره یا نه، ولی یک جوانی به اسم محسن رحمانی رو توی دانشگاه وقتی که آقای روحانی داشت صحبت میکرد، این بنده خدا، این جوان 21 ساله عکس آقای میرحسین موسوی رو بالا برده بود، به این جوان 7 سال زندان دادن و الان توی تیمارستانه. من نمیدونم اون پشت مشتا توی سلول های انفرادی چه بر سر این جوان آوردن. آقای روحانی مطلقا اجازه ورود به این حوزه ها رو نداره. چرا در حوزه سلامت فعالیت میکنن، دل دزدی ها رو سعی میکنن جمع آوری بکنن، منتها ما ته دره ایم. آقای نوریزادی، نکته که آقای خزری اشاره کردن، البته من نمیخوام از بحث دور بشیم، ولی خیلی کوتاه این رو پاسخ بفرمایید که آقای خزری، من اونطوری که برداشت میکنم اگر غلط هست میتونن تصحیح بکنن، که روی صحبتشون با شما این بود که شما در واقع سویه صحبتتون انقلابی گری درش هست. ایشون گفتن ما باید با اصلاح مسیر پیش ببریم. شما که گفتید ما در اون قعر در واقع دره هستیم، با این چند سانتی متر نباید خودمون رو دل خوش بکنیم، اعتقاد دارید که باید به یک تحول دگرگونی اساسی دست؟ نه، ما افق خواست هامون باید بسیار متعالی باشه. من اتفاقا بیشترین مطلب رو در مورد این که ما نباید انقلاب بکنیم، ما نباید به سمت خشونت بریم، ما باید مدارا کنیم، ما باید اصلاح کنیم. من به شدت با این سخن جناب آقای دکتر خزعلی موافقم. خود من اتفاقا آسیب‌های فراوانی دیدم برای اینکه یک جمعیتی من رو به سمت حرکت‌های انقلابی ترغیب می‌کنن و من باز داشتم یک جمعیتی رو توی نوشته هام، توی مثلا ارتباطاتی که دارم، که نه، ما مطلقا به سمت خشونت نباید بریم. حتی خدا شاهده این مادر شهید کریم بیگی، من یه بار توی جلسه رسمی از او پرسیدم که اگر قاتل فرزند تو رو بیارن و بگن که این آدم 100 نفر دیگر هم کشته، اسلحه بدن به دست تو میزنی بکشیش؟ گفت نه، من فقط و فقط خواستار محاکمه اینها، ولی میبخشم. ما آدم کش نیستیم، برخلاف این که سپاه آدم کشه، بیت رهبری آدم کشه، اطلاعات آدم کشن، دزدن، ما اینجوری نیستیم. ما تربیت داریم، ما میفهمیم. ما الان قاتل 1000 نفر رو بیارن ما نمیزنیم بکشیم، ما میگیم باید مسیر قانونی و حقوقی طی بشه. بنده مطلقا موافق حرکت های تند و پرتنش و انقلابی نیستم، منتها افق خواستمون نباید این باشه که مثلا حالا 2 نفر پوزش خواهی کردن ما ذوق بکنیم. ما باید طرف مقابل رو
محکم در معرض و در سیبل خواسته های بلند خودمون قرار بدیم. بسیار خوب. آقای خزرگی میدونم حتی مطلبی دارید، اگه میشه خیلی فشرده بفرمایید. من میخوام به یکی از تحولاتی که در این سال 93 رخ داد و برش بسیار خبرساز بود اشاره بکنیم، و اونم تغییری بود که در ریاست مجلس خبرگان پیش اومد. کمتر کسی انتظار داشت که آقای یزدی به این مقام برسه و بحث زیادی مطرح شد. با این شرایط فکر میکنید که دینامیک سیاسی که ما در سال 94 خواهیم داشت بسیار متفاوت خواهد بود؟ مسیری که ممکنه رهبری بره به حاشیه رفتن آقای هاشمی، و الان که پرونده پسرشون تقریبا به نظر میاد که حکمش در مرحله صدور هست، و حالا اخبار متفاوتی نوشته شدن بین 15 تا 20 سال حکم زندان برای ایشون در نظر گرفت. عرض کنم، خب من حالا یه خلاصه فقط بگم. حالا اون خوبی ها رو گفتیم، بدی هایی هم داشت. یکیش مثلا در پاسخ به حکم رحیمی و مرتضوی میبینیم که مهدی هاشمی رو هم براش یه حکم میدن، و برای بقیه خانواده هاشمی هم بالاخره میدونید خبرها هست، دارن پرونده سازی میکنن، کسانی رو دستگیر کردن که پرونده سازی کنن. اینها رو در جریان داریم، احزابی رو درست کردن، احزابی که بیاین در داخل جبهه اصلاحات و بتونن حتی اگر اصلاحات برنده شد 50% نمایندگان کاندیداهای اصولگرا باشن که اونها نفوذ دادن داخل اصلاحات. بحث تصویب افزایش جمعیت که یک فاجعه ملی در آینده در انتظار خواهد بود اگر مردم اقبال کنند و کاری بشود، که امیدواریم مردم عاقلانه با این برخورد کنند، مراقب جمعیت باشند که ما در همین جمعیت هم فعلا موندیم. باید برنامه‌ریزی کرد بعد فکر افزایش جمعیت بود، ولی مسائل اختلاس خاص که یه مقدارش کشف شد، اما بیشتر از این حرف هاست. عددها واقعا بیشتر از این حرف هاست. یه نکات کوچولویی در اومده. بایستی دولت روحانی جدی باشه تو این اختلاس ها. چیزایی هم داشتیم مثل اینکه آقای مطهری در مجلس نطقای خوبی کرد در مورد هست، در مشهد نطق خوبی کرد در جبه ولایت فقیه و خبرگان، و آقای روحانی بحثای خوبی در این سال داشتن که بحثی که مردم به زور بهشت نبرید، یا بحثی که اگر همه قدرت جا جمع بشه سلمان و ابوذر هم فاسد میشه. اینا مطالبی بود که من فکر می‌کنم در سال گذشته ما داشتیم. چیزای بعدی هم داشتیم، به هم زدن سخنرانی مطهری، پاییزی هاشمی، و یا کنسل کردن سخنرانی سید حسن خمینی که اینها در شأن نظام نبود. اینم که فرمودن بله اعدام‌ها زیاد شد، اما خب اعدام‌ها ربطی به دولت نداره، مربوط به قوه قضاییه است که به هر حال منصوب رهبری هستن. و از اون برم چیزهایی داریم که خلاف روابط دیپلماتیک و خراب میکنه، مثل دولت قبل. بحث این که مثلا مرگ ملک عبدالله رو که رئیس جمهور تسلیت میگه و آقای جنتی تبریک میگه، و اینها واقعا مردم میدونن، حس کردن، و به خاطر همین مردم باید در صحنه باشن. اما مطلبی که شما فرمودین که برای من خیلی مهمه و میخوام اینو اجازه بدین با دقت بیان کنم. وقتمون خیلی محدود هست آقای خزرگی. میشه مثلا آقای یزدی رو میخوام اگر بفرمایید. ببینید یک دفعه این اتفاق افتاد، شاید من قبلا هم گفته بودم، پیش بینی هم میکردیم و حتی گفتیم که من حتی خدمت آقای هاشمی رسیدم، گفتم اگر شما نمیخواید بیان، که ایشون گفتن نه من قطعا نمیام. این قطعا نمیام آقای هاشمی ما رو یه مقداری سوس کرد، گفت خب ایشون اگر نیام قطعا بالاخره جناب حاکم هم داشت لابی میکرد که آقای شاهرودی رو بیاره، و به هر حال در اینجا آقای شاهرودی بهتر بود، گزینه بهتری بود. با آقای هاشمی هم عرض کردم اگر آقای شاهرودی شما بپذیرید بالاخره گزینه جناب حاکمه، ولی این یک سال رو آقای هاشمی فهمیدن که این خبرگان ترکیب خوبی نداره و من با اینها نمیتونم کار کنم و اصلا نمیام، سال بعد میام. درست هم میگن، نشون داد. اولا که نتیجه این انتخاب این است که اگر مردم به گزارش وزیر اطلاعات به شورای نگهبان 75% می‌خواستن با هاشمی رأی بدهن، این وکلای مردم 30% رأی دادن. این نشان میده که اینها وکلای مردم نیستن و اینها وکیل حکومتن تا مردم. این یه پیامی داشت برای مردم، یعنی که مردم در سال آینده مراقب باشید، در خبرگان جدی بیاین، همه کاندیدا بشن، و همه کسانی که سیاسی هم نیستن مراجع رو حتما میگن، از بیوت مراجع حتما کاندیدا بشن و بایستیم که خبرگان دیگه ای با تفکر دیگه داشته باشن. اما اگر زودتر میگفتن و اگر این قصه رو که آقای هاشمی میخواهد بیاد و آقای شاهرودی میرود کنار، حداقل ما آقای یزدی رو مردم معرفی میکردیم. ببینید آقای یزدی این پرونده تحقیق و تفحص مجلس است که خب همه میدونید سال 87 قبل از انتخابات این مطرح شد، توسط آقای پالیزدار لاستیک دنا مطرح شد که آقای یزدی در واقع سه مرحله نامه می نویسند، تخفیف می خوان از آقای نعمت‌زاده وزیر صنایع اون زمان، و تخفیف می خوان ایشون 50% بعد تخفیف. بالاخره کارشناسی بازرسی کل کشور گفته 600 میلیارد ارزش این لاستیک دناست،
کارشناسی رسمی دادگستری 126 میلیارد اعلام کرده، اما با تخفیفایی که آقای یزدی در نامه ها میگیرن به 10 میلیارد و 200 میلیون اینو میخرن، میگن 20% چه بودیم بقیه 7 ساله تقسیط، ولی باز میگن اون 20% هم نداریم که آقای مهندس مادرشاهی اعلام میکنه نداریم، و نامه آخری که آقای یزدی مینویسن که باز نداریم، بنا میشه از صندوق سازمان صنایع وام بدن اینا سفته بخرن، به جای پول سفته بدن. خب در اون زمان وقتی که کارخونه رو تحویل میگیرن، پول حساب‌های جاری کارخونه در کارشناسی نیومده، ویلاهای شمال نیومده و یک سری دیگه‌ای که مفصل بوده اینها در محاسبات نیومده، و از پول کارخونه کارخونه رو می‌خره، حتی سفتش هم وام صندوق صنایع است و خیلی دیگه توی محاسبات نیومده بود، بچه نقد نیومده بود، باقی سیب نیومده بود، و اینها به ثمن بخش آن هم پول ندادن، از پول حساب جاری خود کارخونه لاستیک دنا رو خریدن. خب آقای یزدی، این گزارش تحقیق و تفحص مجلس آیا پاسخ داده شد یا پاییزدار زندان رفت؟ زندان رفتن کسی که دبیره، ببینید این امضای ایشونه، دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس، ایشون باید بره زندان که این گزارش رو داده، یا بایستی سازمان بازرسی کشور که این پرونده ها در اونجا مفتوح بوده گزارش به مردم میداد؟ گزارش مردم داده نشد. بله. این به کنار. آقای یزدی رئیس قوه قضاییه است، وزیر جهاد آقای فروزش رو میخواد در همونجا اختیارات حاکم شهر رو به ایشون تفویض میکنه برای واگذاری جنگل های شما طرح پجیم خلیل محله، همونجا واگذار میکنه و در همونجا به آقای فروزش مینویسن طبق صورت جلسه این رو واگذار کنید. در همونجا حمید یزدی که مسئول دفتر رئیس قوه قضاییه پسر آقای یزدی است درخواست مینویسه ما به جنگلداری علاقمندیم، 3000 هکتار از این جنگل ها در اختیار ما قرار دیم، جنگل هایی که در اختیار ایثارگران بوده، تعاونی ایثارگران، اینو واگذار میکنند. در وزیر هم همونجا دستور میده طرح جنگل های جنگلداری پجیم واگذار میشه که جنگل رو در واقع بسیاری از جنگل رو تباه کردن. اونجا میرن درگیر میشن با ایثارگران، 250 نفر از ایثارگران میان در فرمانداری و اینها رو دستگیر میکنن دستور قوه قضاییه. ببینید وقتی میان رسیدگی کنن، پسر آقای آذری که شریک آقای یزدی بوده میشه طرف تحویل گیرنده، پسر آقای یزدی که خودش شریک در این طرح و گرفتن طرح میشود نماینده قوه قضاییه برای این قضایا. یعنی یک چیز عجیب غریبی، قوه قضاییه میگه اختیار میده، اختیار تام میده به آقای فروزش، آقای فروزش طبق صورت جلسه واگذار میکنه پسر رئیس قوه قضاییه، پسر رئیس قوه قضاییه بعد میشه نماینده قوه قضاییه در مقابل اونهایی که ایثارگرانی که متصرف بودن، اونها دستگیر میکنن، زندان میکنن. این اتفاقات همه و آخرش وقتی دیگه به از چند سال رسوایی زیادی رو بار میاد و آقای احمد توکلی که اهل بهشهر و منطقه خودش هست بیان میکنه، آقای حمید یزدی 4 سطر در مناقب پدر می نویسه حضرت آیت الله یزدی نمیدونم مجاهد کبیر و فلان و فلان، به خاطر اینکه آبروی ایشون در خطر، ما از حق خودمون گذشتیم و برمیگردونه به صاحبان حق. خب این فرد الان به ریاست مجلس خبرگان رسیده، ما چون 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم برای مردم بیان میکردیم که رئیس مجلس خبرگانی که الان شما انتخاب میکنید، حالا من راجع به رئیس قبلی صحبت کردم، مسائل دانشگاه من صادق رو گفتم، ریختم منو گرفتم بلافاصله. آقای یزدی اولین کسی که برای من پرونده تشکیل داده، یعنی سال 87 نامه اول پرونده من نامه آقای یزدی، محمد یزدی اون موقع دبیرخانه خبرگان بود، روی سربرگ خبرگان به عنوان دبیرخانه خبرگان نوشته به وزارت اطلاعات چرا ایشون به رئیس جمهور اهانت کرده باهاش برخورد نمی‌کنید. به من نشون دادن، گفتم آقا ایشون وکیل مدافع آقای احمدی نژاده، به خبرگان رهبری چه ربطی داره؟ مگه صاحب نداره مملکت؟ آقای احمدی نژاد شکایت کنه، مدعی العموم دادستان شکایت کنه، آقای محمد یزدی به عنوان دبیرخانه شورای نگهبان برای چی امضا کرده علیه بنده و فرستاده وزارت اطلاعات و پرونده را من تشکیل دادن؟ من میخوام بگم ایشون اگه رئیس بشه میخواد چه کار کنه؟ بسیار. از فردا نامه های ایشون میاد که این جنگل رو واگذار کنید، این آقا رو بگیرید، اون آقا رو دار بزنید. آقا شما به کار خبرگانت برس. من میدونم اون موقعشون دبیرخانه بود، برای من نامه نوشته که آقا ایشون به رئیس جمهور اهانت کرده، باهاش برخورد کنید. امروز که بشه رئیس دیگه سنگ رو سنگ بعد نمیشه. البته خیلی خوبه، بسیار. ما استقبال میکنیم چون ایشون بسیار عصبانی است. ایشون وقتی که در مجلس رأی نیاورد گفتش که امام شورای نگهبان نصبش کرد، گفت اگه امام منو به شورای نگهبان نصب نکرده بود ضد انقلاب می‌شدم. ایشون بسیار کم تحمله، بسیار عصبانی است و برخوردهای ایشون مثل سخنرانی‌های آقای جنتی برای ما نعمته و مردم می‌فهمند که در سال آینده بایستی در انتخابات خبرگان جدی باشند، علما شرکت کنند، بیت مراجع شرکت کنند و خبرگان دیگری داشته باشیم. این یک سال
بسیار عالی است. این 8 سال احمدی نژاد کاری که 1 سال آقای یزدی با خبرگان خواهد کرد، این 8 سالی است که با قوه مجریه آقای احمدی نژاد کرد و بعد مردم انشالله خواهند آمد و میفهمند خبرگان جای مهمی است. آقای خضری از این توضیح طولانیتون بسیار ممنونم. متاسفانه وقتمون رو به انتها است. آقای نوریزاد حدود 1 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. میخوام کلام آخر از شما بشنویم. سال 94 رو با این توصیفاتی هم که از آقای یزدی شنیدیم چطور میبینید؟ من میگم این 1 دقیقه هم بدیم به آقای خضری عزیز که ایشون بگن. آرزوی من که کمی برآورده شدنش به درازا می انجامه، خلاصی و رهایی کشور از حاکمیت آخوندهاست برای سال آینده. آخوندها به خودی خود یه صنفن، هستن و خواهند بود و ایرادی هم نداره. مشکل برآمدن اینها و بر مصدر نشستن اینهاست. آخوندها میتونن مثل سابق به مساله اعتقادی مردم برسن، خیلی هم ازشون ممنونیم، اما به محض اینکه آخوندها بر سر مسئولیت‌ها خیمه میزنن میشن آفت. من امروز بزرگترین آفت رو برای سرنوشت ایران حضور آخوندها بر سر مسئولیت‌های کشور میدونم. تخصص آخوندها احکام حلال است، حرام است، جایز است، جایز نیست. حالا اینها با این عینک وقتی میشن مسئول، جامعه به نفس تنگی میفته. من برای آینده مسئولیت‌های کشورمون ایران، آینده‌ای فارغ از حضور آخوند آرزو می‌کنم. سپاسگزارم از شما. عذر می‌خوام که وقتمون محدود بود. سال نو رو به هر دوی شما تبریک می‌گیم. امیدواریم سال بسیار خوبی باشه برای شما. محمد نوریزاد و مهدی خضری تشکر می‌کنم برای شرکتتون در برنامه امشب افق. گفتگویی که وعده‌اش داده بودیم با آقای احمد شهید رو با هم می‌بینیم. پاسخ ایران به گزارش جدیدتون رو چطور ارزیابی میکنید؟ پاسخ ایران طی مناظره در شورای حقوق بشر در مقایسه با سالهای گذشته متوازن‌تر و معقول‌تر بود. ایران همچنین به پیشنویس گزارش من که قبل از صدور برایشان فرستاده بودم پاسخ کتبی داد که مانند سالهای گذشته حاوی جزئیات موردی به مسائلی بود که من مطرح کرده بودم. نکات اصلی مسئله همکاری بین ایران و اختیارنامه است. سفیر ایران و دستیارانش در سازمان ملل متحد گفتند برای حفظ ارتباط من و مقامات در تهران از جمله نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی و دیگر دستاندرکاران مسئله حقوق بشر تلاش می‌کنند تا این افراد بتوانند برای دیدار با من به ژنو بیایند و این به نظر من قدم مثبت و مفیدی است. سفیر ایران گفت که من بیشتر روی نیمه خالی لیوان تمرکز می‌کنم. البته این نشانگر رویکرد طرف ایرانی به مسئله است. من به عنوان مدافع حقوق بشر وظیفه دارم که بخش محتاج و آسیب پذیر و ضعیف که قربانی هستند را مورد توجه قرار دهم و این اولویت نیمه خالی لیوان است. در این حال نکاتی که در نیمه پر لیوان باشد را هم گزارش کردم. مثلا گمان نمی‌کنم تأخیر ایران در ارائه گزارش درباره وضعیت سامان نسیم در نیمه پر لیوان جای بگیرد. بنابراین وجود شفافیت کامل و حسن نیت در رسیدگی به مسئله قربانیان حقوق بشر اهمیت زیادی دارد، چرا که به حق و حقوق آنها در مقابل دولت ها میپردازد. مرضیه افخم گزارش شما رو ناعادلانه، غیر قانونی و غیر مسئولانه خوانده. از دولت روحانی چنین انتظاری داشتید؟ فقط ایران نیست. بسیاری از کشورها در مقابل گزارش‌های مشابه واکنش اینچنینی با همین کلمات نشان می‌دهند. اما خانم افخم که می‌گوید گزارش غیر علمی است، منظور خود را دقیق بیان نکرده. در این کار من از روش 3 مرحله‌ای استفاده کردم که بر اساس ساختار، فرایند و نتیجه است. ساختار معیارهایی مثل قوانین و مؤسساتی که حقوق بشر را ارتقا می‌دهند و یا سرکوب می‌کنند را بررسی می‌کند و فرایند تلاش‌های کشورها در راه حقوق بشر را بررسی می‌کند. من در گزارشم به قوانینی که در پارلمان متوقف شدند و به تلاش‌های دولت اشاره می‌کنم که از طریق سنجش تخصیص بودجه در جهت ارتقای حقوق بشر انجام شده، مثلا برای مسائل زنان. بنابراین من از بهترین روش علمی استفاده کردم که البته در صورت همکاری ایران نتیجه دقیق‌تری می‌دهد. پس اگر ایران با روش تهیه گزارش یا اطلاعات آن مشکلی دارد، به جای حمله به من و طرح ادعا علیه گزارش، موظف است که برای شفافسازی و نشان دادن اینکه وضعیت بهتری دارد، همکاری بیشتری از خود نشان دهد. نتیجه مذاکرات هسته‌ای بر وضع حقوق بشر در ایران چه تأثیری می‌گذارد؟ I always welcome good news.
من همیشه از خبر خوب استقبال میکنم و گمان نمیکنم کسی قبول نداشته باشد که توافق هسته‌ای با ایران خبری بسیار خوب است و به هر دو طرف این اعتماد را میدهد که میتوانند در جهت صلح و ثبات بین المللی کار کنند و در این حال درگیری در حقوق بشر نقش مخرب دارد. بنابراین رسیدن به صلح شرایطی پدید میآورد که برای بهبود حقوق بشر لازم است. پس توافق میان ایران و غرب راه را برای بهتر شدن حقوق بشر در ایران و رفع تحریم ها هموار می کند که سختی هایی را بر وضعیت مردم تحمیل کرده است. از سوی دیگر رسیدن به توافق باعث می شود که درهای ایران به جامعه جهانی باز شود و همین مسئله موجب ارتباطات بیشتر، شفافیت و تبادل بیشتر می شود. در کوتاه مدت تأثیر توافق تنها به پرونده هسته‌ای متمرکز است، اما در میان مدت و طولانی مدت منجر به بهبود اوضاع حقوق بشر می شود. What's your response to people who believe that no outside pressure پاسخ شما به افرادی که میگویند در نبود فشار خارجی سرکوب داخلی بیشتر میشود چیست؟ هنوز چند آمریکایی ایرانی در ایران در زندان هستند. Still being held in Iran while the negotiation is ongoing. I think a lack of external scrutiny به نظر من نبود موشکافی و رسیدگی خارجی احتمالاً این پیام را می‌فرستد که می‌شود اقداماتی کرد که در شرایط عادی انجام نمی‌شود. مقصود من از موشکافی و رسیدگی خارجی فشار خارجی بر اساس وضعیت امنیتی نیست. امنیت الزاماً ربطی به وضع حقوق بشر ندارد. وقتی اوضاع را بر اساس امنیت بسنجیم، خود به خود توجه از حقوق بشر منحرف می‌شود. پس به نظر من اینکه توافق هسته‌ای ایران را در جامعه بین‌المللی وارد کند، موجب حذف نگرانی‌های حقوق بشری افراد، سازمان‌های غیر دولتی و دولت‌ها نمی‌شود. Are you surprised that the case of acid attacks on برای شما عجیب نیست که پس از 6 ماه هنوز اسید پاش‌ها دستگیر نشدند؟ Well, it is distressing to hear, of course, about these attacks. شنیدن خبر اسیدپاشی‌ها تأسف‌بار بود و اینکه در اولین واکنش‌های رسمی مقامات گفتند اطلاع رسانان و روزنامه‌نگاران را که درباره اسیدپاشی‌ها نوشتند بازداشت می‌کنند، ناامیدکننده بود. اما گفتند گام‌هایی را برای مجازات مهاجمان برداشتند که خبر خوبی است. به نظر من وضعیت زنان همچنان یک مسئله بزرگ است، چه ناشی از تبعیض کلی اجتماع باشد و چه ناشی از قوانینی مثل حجاب اجباری و غیره. ما از تلاش‌های کسانی که برای دستگیری عاملان خشونت علیه زنان فعالیت می‌کنند استقبال می‌کنیم. The government response rate has been dropped from افت چشمگیر پاسخگویی دولت به درخواست‌های اضطراری شما حاکی از چیست؟ But the change is from 40% to 17%. میزان پاسخگویی دولت در سال 2014 نسبت به پارسال از 40 به 17% کاهش یافته. ما 27 درخواست نامه فرستادیم. این نامه ها وقتی فرستاده می شود که اطلاعات موثق داشته باشیم از موارد نقض حقوق بشر علیه افراد و قبل از وقوع نقض حقوق بشر، مثل عدم ارائه خدمات بهداشتی و دارو به زندانی و توقف حکم اعدام. ایران الگوی خاصی در پاسخگویی به این درخواست ها ندارد. در مواردی که پاسخ می دهد، این پاسخ نشانگر واکنش سریعی نیست و اغلب می گوید که هر آنچه هست در راستای قوانین ایران است. در مواردی که به درخواست های ما جواب نمی دهند هم به این معنا نیست که اقدام نمی کنند. مثلا در مواردی ما خواستار توقف اعدام شده ایم و حکم اعدام متوقف شده، اما الزاماً به ما جواب ندادند. تجربه نشان داده که وقتی ما به شکل مشترک با سازمان های دیگری درخواست می نویسیم، پاسخ بهتری می گیریم. پس یک بار دیگر تأکید می کنم که پاسخ دادن به درخواست ما به اندازه اقدام در مورد آن اهمیت دارد. برای این گزارش غیر از 39 ایرانی که در آلمان، دانمارک و نروژ ملاقات کردید، با 28 نفر در داخل ایران هم صحبت کردید. این افراد چه کسانی بودند؟ Well, you know, since I began my mandate, I have interviewed about 500 plus Iranians. از زمانی که کارم را شروع کردم، با بیش از 500 ایرانی برای تهیه گزارش‌ها مصاحبه کردم. برای این گزارش غیر از افرادی که ملاقات کردم، از طریق اسکایپ با افراد دیگری نیز صحبت کردم. درباره موارد مختلف نقض حقوق بشر، از جمله وضع روزنامه‌نگاران یا بلاگرها یا بازداشت‌ها و غیره. در همه موارد یا مستقیما با خود افراد صحبت کردم یا با خانواده ها یا وکلایشان. با سازمان های غیر دولتی که منتقد دولت هستند نیز صحبت کردم. خطر انتقام جویی از افرادی که با شما صحبت کردند چقدر جدی است؟ I think by and large many Iranians fear that if
به طور کلی بسیاری از ایرانیان احساس میکنند که در صورت گفتگو با من در خطر رفتار خشن دولت قرار میگیرند. این احساس خطر جدی و معتبر است، چرا که موارد شناخته شده ای از آزار و اذیت افراد وجود دارد. تمام این اقدامات در ایران طوری طراحی شده تا افراد را از صحبت با خارج یا گزارشگر سازمان ملل درباره پرونده هایشان باز دارد. 11 سازمان حقوق بشری در ایران نامه‌ای به شما نوشتند و خواستار پیگیری وضعیت طوفان شن و ریزگردها در خوزستان و غرب ایران شدند. پاسخ شما چه بود؟ Yes, as you can see, I have raised a serious concern. من چه در گزارشم و چه در مراوداتم با مسئولان دولتی این نگرانی را مطرح کردم و درباره عواقب آن بر سلامتی شهروندان قسمت‌های بزرگی از ایران هشدار دادم. این مسئله است که دولت ایران تنها نمی‌تواند با توضیح درباره نگرانی ما و اینکه چه باید کرد حلش کند. این مسئله مستلزم بازرسی محلی است تا درباره اظهارات ایران درباره اینکه چه اقدامی کرده تحقیق شود، ولی متاسفانه امکانش نیست. در گزارش قبلی درباره اقدامات دفتر سازمان ملل متحد در ایران در مورد مسائل گسترده‌تر زیست محیطی نوشتم، ولی این موضوع خاص با توجه به ماهیت گسترده زیست محیطی و لزوم رسیدگی سریع به آن مستلزم تحقیقات بیشتری از جانب من است. پاسخ‌های دریافتی از ایران را بررسی کردم و آنها را با منابع مختلف مورد مطالعه قرار خواهم داد. در پایان سال 93 و در آستانه نوروز هستیم. ایران در کدام حوزه حقوق بشری در سال گذشته پسرفت و پیشرفت داشته است؟ یکی از نگران کننده ترین مسائل در 12 ماه گذشته ادامه روند اعدام ها و گسترش جرائمی است که مجازات اعدام دارند. در سال گذشته یک مورد اعدام به جرم سیاسی و یکی دیگر به اتهام فساد و 13 مورد اعدام مجرمان صغیر صورت گرفته که مسئله است بسیار جدی. و صدور این احکام اعدام قطعاً نقض قوانین بین‌المللی است. اگر به بیش از 2 سال پیش برگردیم، تا به امروز بیش از 1000 نفر اعدام شدند که رقمی است بسیار بسیار بالا و مایه نگرانی عمیق است. مسئله نگران کننده دیگر رفتار با روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های مذهبی است که وخیم‌تر شده. حدود 92 مسیحی و 100 بهائی در بازداشت هستند و اقلیت‌های دیگر از وجود تبعیض گلایه می‌کنند. همچنین وضعیت زنان روشن نیست و گزارش‌های ضد و نقیض مطرح می‌شود. از سوی دیگر بیانات رئیس جمهوری و همچنین تلاش‌های هیئت ایرانی در ژنو برای ایجاد ارتباط با من و همچنین تلاش‌هایشان برای تجدید نظر در مسائل عمده حقوق بشر نکات مثبتی است که رخ داده و باید در آینده توسعه بیشتری یابد. پیام نوروزی برای مردم ایران دارید؟ Yes, I would like to wish all Iranians a happy Nowruz and hope برای همه ایرانیان نوروزی فرخنده آرزو می‌کنم و امیدوارم نوروز حامل خبرهای خوش، خوشبختی و شادی و پیروزی برای همه ایرانیان باشد. Thank you so much, Dr. Ahmed Shahi. Thank you for joining us from Geneva. خب نوروز شما پیشاپیش مبارک. این توضیح بدم که فردا ساعت 7 شب برنامه ویژه نوروزی افق رو میتونید ببینید. این برنامه دوشنبه هم ساعت 8 شب به وقت ایران پخش خواهد شد. سپیده رئیس سادات با گروه آمریکایی سازهای کوبه نکسوس و آکادمی موسیقی سرب خواهند بود، ولی برنامه امشب رو با قطعه آخرین روزهای اسفند با آواز و گیتار بهزاد رئیسی، شعر از دکتر شفیع کدکنی به پایان میبریم. سال نو مبارک. میزند نغمه نیست، معلومم آخرین شکوه از زمستان است یا نخستین ترانه های بهار.
از سر شاخ این برهنه چنار مرغکی با ترنمی بیدار میزند نغمه. نیست معلومم آخرین شکوه از زمستان است یا نخستین ترانه های بهار. این صدای آمریکاست.